باید برم من، امروز زود بیدار شده. خوشگل مندلت برای مامان تنگ شده، داری ادای گریه کردن رو در میاری. آره منم دلم برات تنگ شده عزیزم، منم دلم برای تو تنگ شده خوشگلم. خب بیا بریم بیرون رو نگاه کنیم. باشه بیا بریم. جونم جونم، حتما باید باهات حرف بزنم، خیلی مهمه. نابغه، میخوام یه دوربین مداربسته رو اول خراب کنی، بعدش تعمیرش کنی. هم میگی بدون زنگ زدن نه، یا هم به تلفنام جواب نمیدی. چرا اینجوری میکنی؟ منظورم مشخص نیست، یعنی نیاین، ولی درک و فهم که به ظاهر نیست. صبر کن صبر کن، حدس بزنم. حتما تو کلن با این قضیه خشونت مخالفی. خب طبیعیه، منم که با سر وارد شدم، حق داری. میشه خواهش کنم از اینجا بری؟ اومدم که برم، ولی ببین اینا رو با سطح آوردم، بگیر. نه ترس، این که گلوله نیست بذره، برای این که بکاری، بذره گل آشتی. بگیر. تو کله پوک من که چیزی نمیشه کاشت، ولی تو گلدون که میشه. ببین گلا رو دوست داری دیگه، بگیر. خودت بهتر از من سر از این چیزا در میاری، هرچی بکاری همون حاصل میشه. حاصل کار منم اینه. وای وای وای، خواهش میکنم سعی نکن خشونت تو توجیه کنی، هر کی بهونه ای برای خودش داره.
تو راجع به من چی میدونی که اینجوری ذهنمو میخونی؟ اگه دوست داشتم تو تاریکی را برم اینجا چی کار میکردم؟ کلوپاترا، تو هم اون چشای قشنگ تو به تاریکی عادت نده. وای دختر من داره میره گردش عزیزم. با مامان بزرگ بای بای کن. بای بای. کی برمیگردی اوکیا؟ نمیدونم، تو جنگل یکم قدم میزنیم. چیزی شده؟ نه، همینجوری پرسیدم. بیا صبر کن صبر کن. افسانه. بای بای. یواش. ممنون افسانه. اگه اوکیا زود برگشت بهم خبر بده. چشم خانم. کمال، وقتی دنیز یه سالش بشه یه راه مطمئن پیدا میکنم و این دفتر رو واسط میفرستم. ما دیگه دوتا غریبه ایم، همه چی بین ما تموم شد. ولی دنیز دختر توه، تو هم پدر اونی. وای مامان جون چی شد؟ خوشحال شدی اومدیم اینجا؟ آره خوشحال شدی مامان جون. از اینجا خوشت میاد عزیزم؟ آره قربونت برم. میخواستی با من حرف بزنی؟ اومدم. یادت میندازم از چیا باید مراقبت کنی. از کجا فهمیده برادرم بهم زنگ زده؟ حد زدم. نزدی. راستشو بگو کمال، چی دستته؟ بله. کجایی؟ تو جنگل. با کی؟ با دنیز. فوری برو خونه. امروز از جات تکون نخور. چرا؟ سفید برفی، ما خیلی با هم جور شدیم، دوستای خیلی خوبی شدیم. ها؟ حمله های کمال سویدره تو فضا پخش شده، ویروسی نشو بعدن به دخترمونم سرایت میکنه. میدونی کسی که دردو به وجود میاره نمیتونه درمونش کنه. باشه. ها؟ ما باید بریم. بیا. چی شد؟ آه چی شد عزیزم؟ بگیر بگیر ببینم. آفرین ای جونم. هرچی در مورد اوزان میدونی به هم بگو کمال، حقم همه چیو در موردش بدونم. موافقم. چجوری فهمیدی به هم زنگ زده؟ فایل تماسایی که روز آخر از زندان گرفته رو پیدا کردم.
روزی که به هم زنگ زده؟ الان کجاست؟ پیشته؟ نه نیست. خب پس من دنیزو بذارم خونه، بعد منو ببر هر جا که فایلا هست باشه؟ الان نمیشه. کمال به هم نگو صبر کنم. اما باید صبر کنم. عامر حواسش بهت، باید مراقب باشی. وقتی یه راه فرار پیدا کردم خبرت میکنم. این بهترین کاره. باشه. هر جا بخوام میای؟ آره. هر وقت بخوام؟ آره کمال. فقط کاری کن که پیغامشو بشنوم. عزیزم، دختر خوشگل ماما. بریم خونه؟ بریم خونه آره؟ اگه تو این زندگی هر کسی یه قهرمانی داشته باشه، قهرمان منم توی. اگه تو نبودی من نمیتونستم زندگی کنم. ممنون که پیشم. نتونستم. زورم نرسید زندگی تو نجات بدم داداشی. معذرت میخوام. از پیشمون فرار کردی که تو غم هجران خودتو خفه کنی. امشب نه عامر لطفا. یعنی مزاحم نشو، میخوام بخوابم. اگه ممکنه، حالم خوب نیست. شب بخیر. همچنین. زیاد وقت ندارم. میدونم. حاضری؟ این تماسیه که با تو گرفته. اوکیا، من باید از اینجا بیام بیرون. زینب وایسا، چه کار میکنی؟ صدای داداشم. تو صدای داداشم رو باسم آوردی؟ کمال، من میخوام یه بار دیگه گوش کنم.
اوکیه، من باید از اینجا بیام بیرون. زینب وایسا، چی کار میکنی؟ چی میخواسته بگه؟ خدایا چی میخواسته بگه؟ چی میخواسته بگه؟ کمال ازان چی میخواسته به هم بگه؟ فکر نمی کردم اون زنگ بزنه، به فکرم نرسید. نمیدونستی؟ تقصیر منه؟ نه نه نه، تو هیچ تقصیری نداری. اگه به اون تلفن جواب میدادم، رابطه ی زینب و آمه رو فهمیده بود. به جز صدای یه آدم عصبانی چیز دیگه ای نمیشنیدی. ببین، اینا تماسای دومه. من با تو اعتماد به نفس پیدا کرده بودم. موزن چیزی شده؟ طوری رفتار کردی حس میکردم قهرمانت. اگه فکر میکنی تو این زندان میمیرم و راحت میشی، اشتباه میکنی. برای انتقام گرفتنم هم شده از اینجا دیگه کافیه. واقعا با عقل جور در نمیاد. یعنی کسی که همچین حسی داره، کسی که همچین فکرایی میکنه، چطور میتونه چند ساعت بعد خودکشی کنه؟ تو یه چیزی تو فکرته. کمال لطفا بگو. فکرای من هیچ اهمیتی نداره. برای من اهمیت داره. به نظرم اوزان خودکشی نکرده، کشته شده. برای اینکه کسی شک نکنه تظاهر کردن خودکشی کرده. آمر؟ نمیدونم. دیگه الو، زنت کجا سامه؟ تو چی داری میگی؟ بذار حدس بزنم، تو تخت خوابت نیست. اگه این موقع شب پیش تو نیست، پس پیش کیه؟ آمر جون یه چیزی بهت بگم. ازدواج شما یه بادکنک بزرگه، بادکنکی که من یکم پیش منفجرش کردم. کجاست؟ خونه ای داداشم. اگه با هم بازی کرده باشی زینب، اگه باور نمی کنی از پیامی که تو گوشی داداشم عکس می گیرم واسه می فرستم. یه چیزی بهت بگم، اگه یکم غرور داشته باشی میری مچشونو می گیری، با چشمای خودت می بینی. فوری آدرس رو واسه بفرست.
بهتری؟ معذرت میخوام. نه مهم نیست. معذرت میخوام واقعا ببخشید. مهم نیست. آروم آروم آروم. معذرت میخوام. از خونه اومد بیرون. اوکی باید بری. چرا؟ پاشو کمال. چرا؟ عجله کن. چرا کمال؟ بگو دیگه. باید بری. این کارو با هم نکن. خواهش میکنم بازم این کارو نکن. باید بری. اگه جرأتشو داری بگو. خواهش میکنم نگو بازی بود. آمر داره میاد. تو اینجا چی کار میکنی؟ زنم کجاست؟ آکیا قایم نشو بیا بیرون. یادت نره بالا رو بگردی. عجبا، یعنی کی بهت خبر داده؟ نکنه کار زینبه؟ اونجوری نگام نکن.
من فقط شماره یکی از دوستامو به اسم اوکیا تو گوشیم ذخیره کردم. بعدش هم یکی دو بار به هم پیام دادیم. اون اوکیا بود، منم کمال. نمیدونم میتونم عامر رو دست به سرش کنم یا نه. خب بنا چی میخوای بنویسی؟ راحت ترین کار این بود که توجه زینب رو جلب کنم. تلفنم رو گذاشتم تو خونه. بعدش هم منتظر موندم، چون زینب قطعا تلفنم رو نگاه میکرد و مطمئنن پیامم رو میدید، ولی اطلاعاتش ناقص بود. نمیدونست اوکیا بالاخره میاد اینجا یا نه. بعدش هم تا وقتی مطمئن شه منتظر بود، تا وقتی از دوست من پیام اومد. بعدش هم تو اومدی اینجا. حرف تو باور نمی کنم. این مشکل توه. الان داری خودتو میخوری. آره نمیدونی اوکیا اومده اینجا یا نیومده. این درس فقط برای همین بود، برای اینکه نشونت بدم چیا متعلق به تو نیستن. حالا از خونم گم شو. اینجا تموم نمیشه. هیچ شکی نداشته باش. چی کار کردی؟ زنتو پیدا کردی؟ ابله، داداشت بازیت داده. ولی تلفنشو مخصوصا جا گذاشته، همه پیامایی هم که خوندی الکی بوده. نه نه، ممکن نیست. تموم شد. شنیدی چی گفتم؟ دیگه نمیخوام ببینم. قصه های زینب احمق تموم شد. دیگه هیچ وقت به هم زنگ نزن. دیگه هرگز نمیخوام صدا تو بشنوم. اگه تماس گرفتی خودم حسابتو میرسم زینب. نه یوزی، اگه زینب تو رو نفروشه چی؟ کسی که یه بار فروخ بازم میفروشه. داداش کمال، اگه اینقدر مطمئنی از چرا این کارا رو میکنی؟ نمیتونم به دست و پای زینب زنجیر بزنم که با عامر قطع رابطه کنه، ولی میتونم کاری کنم عامر با زینب حرف نزنه. اوکیا عامر،
تو اینجا بودی؟ معلومه که اینجا بودم، انتظار داشتی کجا باشم؟ عامر چی شده؟ اینم بازیه؟ درست حرف بزن، نمیفهمم چی میگی. عامر حالت خوبه؟ چته؟ جواب بده دیگه، خوبی؟ کجا بودی؟ سوال نپرس مامان. اوکیا پیش اون بودی؟ اوکیا تو عامر رو دوست نداری؟ ازش میترسی؟ اینطوری نیست. بد جوری ازش میترسی؟ به خاطر دنیزه؟ سوال نپرس مامان، خواهش میکنم. اوکیا اون خونه ای که دوربیناشون رو خراب کردی یارته؟ میخوام با فیلمای دوربیناشون بازی کنی، میتونی؟ آره، ولی اول باید وارد سیستم بشم. وقتی بفهمن خراب شده تعمیرکار خبر میکنه. زهیر کاری میکنه جای تعمیرکار تو بری. تو اول تعمیر میکنه. میخوام وقتی رسیدی به کامپیوتری که سیستم امنیتی رونه برنامه لازم رو روش اجرا کنی. امشب به جز عامر کزجغلو معلوم نشه کی به اون خونه رفت آمد کرده. سیستمم طوری کار کنه که انگار هیچ مشکلی نیست، طوری که وقتی بعدن فیلماشو دیدن همه چی طبیعی به نظر بیاد. باشه؟ تلافی میکنم نوبت منه، حالتو میگیرم.